میتونه اینجا برای ما اجرا بکنه. لطفا خوش آمد بگیم به Thank you so much, guys. Good. Thanks. Oh. خیلی احساساتی شدم، خیلی تجربه خب من دوستم الان تجربه جالبی از محسن بپرسم که وقتی شنیدی جمله اولو شنیدی و فهمیدی کدوم آهنگه چی شد؟ خیلی خیلی سورپرایز بود واقعا. قبل از هر چیز بگم که سفرا واقعا پرفورمر درجه یک، یعنی اون یه زونی هست رو استیج که اونو مال خودت میکنی که بعد دیگه همه چی تو دستته. حالا از سفرا دوستانم بپرسم، دوستان بدم تو چرا اینو انتخاب کردی؟ این آهنگ انتخاب کردم چون احساس کردم که هر کی ایرانی باشه، هر جای دنیا باشیم، ایران بزرگ شده باشیم، سوئد، آمریکا، هممون میتونیم این حسی که این آهنگ و
بیان میکنه رو درک کنیم. بعد وقتی من الان میخوام اینو بیان کنم، یه جوری هیچ وقت نمیتونم از اون بوده که نوشته شد اون حقیقت ببینمش یا بیانش کنم. برای همیشه باید از یه زاویه دیگه میبینم. و من خب مسلما زنم، تو سوئد بزرگ‌شدم، خیلی تفاوت هست. و این به نظرم خیلی جالبه کلا در کاور کردم که خیلی کیف داره این کار. این برعکسش برای منم پیش اومد. من برای اولین بار نشستم گوش دادم به قطعه. دقیقاً. من الان با یه قطعه روبروش شدم که جالبه. این تجربه جالبیه. چقدر جالبه. چیزی تو ذهن تو بوده و فکر می‌کنی که الان چه چیزی تو ذهن سفورا است؟ چون وقتی که تو حالا سوسن فکر کنم خیلی در این مورد بهتر بتونی توضیح بده. وقتی یه اثر رو خلق می‌کنی به عنوان هنرمند دیگه مال تو نیست. این خوبیش اینه که تو موسیقی میشه، ولی به نظر من تو بازیگری سخته. ولی فرق داره. اینی که اگه ادای محسن رو در میاری میشه تقلید. میشه تقلید. ولی اینکه شما دارین شکسپیر اجرا می‌کنین، هملت رو هر بار یه هملت دقیقاً مثلا شکسپیر نوشته هملت رو، ولی نگفته که مثلا این حتما باید اینجوری اجرا بشه. هر بازیگر یه جور درست میگه، حتی زنها شده که حملت رو بازی کردن. خیلی جالب بود سفر جان، واقعا اصلا خیلی ممنون. دوباره